خب سلام زکا خانم دکتر ابتکار، خیلی خوشبختم که یک بار دیگه در خدمتتون هستم با موضوع جنبش میتو. اولین سوالم این است که شما به حال سالیان سال معاون امور زنان ریاست جمهوری بودید. میخوام بپرسم که آیا هیچ وقت تو این سالها، چه زمانی که جنبش میتو شروع شد چه قبل، شما با مواردی که مراجعه بکنن در مورد تعرض و تجاوز شما رو در جریان قرار بدن که پیگیری بکنید قرار گرفتید یا نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام دارم خدمت آقای شفیعیان و تشکر میکنم از انصاف نیوز که به این موضوع میپردازه و حضور همه بینندگانی که این موضوع رو دنبال میکنن. خب ببینید، بحث آزار و اذیت تو جامعه ما یک مطلب بدون سابقه نیست. خب و حد و اندازه های مختلفی هم داره، یعنی هر میتونیم بگیم هر دختری ایرانی در هر سن و سالی هم که الان باشه، یعنی از 50 سال 60 سال پیش حساب کنید، شاید هم بیشتر، آزار به مفهوم مثلا متلک تو خیابون یا حتی اذیت هایی که تو خیابون یه دختری داره عبور میکنه مورد اذیت قرار میگیره رو تجربه کرده. یعنی کمتر کسی رو داریم، فرقم نمیکنه چگونه لباس میپوشه، دختر محجبه اینو تجربه کرده، دختری هم که حالا خیلی شاید نوع پوششش متفاوت هست و با یه چارچوب دیگه لباس پوشیده، اونم تجربه کرده. پس متاسفانه ما این مسئله نگاه جنسی به زنان و دختران رو توی رده‌های سنی هم هست، تقریبا میتونیم بگیم برای دختران جوان این تجربه بیشتر اتفاق میفته و کمتر هم با فردی که این تعرض لفظی یا این حرکت رو انجام میده کمتر هم برخورد میشه، اصلا کمتر هم راجع به این موضوع صحبت میشه. یعنی شما کمتر حتی در متون، در گزارش ها راجع به این مسئله که چطور افراد به خودشون اجازه بدن که در حین عبور یا حین حضور یک خانوم، یک دختر خانوم، یه الفاظ جنسی از زبانشون صادر بشه نسبت به اون که حالا بعضی اوقات تحقیرآمیزه، بعضی اوقات نشان از یک تمایلی داره، یک به هر حال یک حس خیلی بدی رو به یه خانومی که اومده در عرصه اجتماعی حضور پیدا کرده میده و در واقع تضییع حقوق اون فرد محسوب میشه و یک حرکت غیر اخلاقی و کاملا در مغایرت با شونات دینیه. ولی خیلی عجیبه که راجع به این موضوع شما کمتر شنیدید، یعنی اصلا کمتر این تلقی بسید که یه چیز خیلی عادیه، مثل این که باید بپذیریم که همچین چیزی تو جامعه ما اتفاق میفته. جامعه دیگه هم هست، فقط خاص ایران نیست. بله. ولی متاسفانه تو ایران از دیرباز، یعنی از قبل از انقلاب هم این رفتارها بوده و این حالت هست. ممکنه فرد خیلی هم آدم غیرتی باشه ها، ولی غیرتش فقط برای خواهر و دختر و همسر خودشه، ولی با یه فرد دیگه که میرسه به خودش اجازه میده به دلیل اون نگاه حالا توافق جنسی، نگاه نمیدونم چه عنوانی رو به یه همچین حرکت زشت سابقه است. خب هممون تجربه کردیم، حالا ممکنه حتی آقایون هم اینو تجربه کرده باشن یا دیده باشن نسبت به یه خانومی یه همچین اتفاقی افتاده باشه، به ندرت واکنش نشون دادن. هست مواردی که واکنش نشون دادن، مواردی هم هست که خیلی بی تفاوت و بی خیال از کنارش رد شدن. این که به آقایون چنین مطالبی گفته بشه هم ممکنه اتفاق بیفته. در هر صورت این مسئله متاسفانه تو جامعه ما این گونه آزار و اذیت سابقه داره.
و اون جایی که من با این موضوع به شخصه به طور خیلی جدی و یه خورده سیستماتیک برخورد کردم زمانی بود که نماینده مردم در شورای شهر تهران بودم و گزارش های از داخل مجموعه های شهرداری می رسید نسبت به این که بعضی از خانوم ها یه همچین گزارش هایی رو می آوردن و ما خیلی سریع اینها رو ارجاع می دادیم برای رسیدگی تذکر می دادیم من خیلی روی موضوع حساس بودم ولی عملا امکان رسیدگی و ورود به موضوع غیر از تذکر مستقیم خیلی امکان دیگه وجود نداشت گرچه به هر حال از کانال های ما پیغام ها رو می رسوندیم تذکر لازم رو می دادیم و حتی من یکی دو بار در جلسات علنی شورای شهر هم نسبت به این مسائل اشاره کردم که ما محیط اداریمون باید محیط سالم باشه و یه مدیر نمی تونه از موقعیت خودش سوء استفاده کنه هر گونه سوء استفاده یعنی میخواد سوء استفاده مادی باشه میخواد سوء استفاده جنسی و برای رسیدن به تمایلات خودش تمایلات کثیف خودش در واقع باشه و حتی این بحث بود که مثلا خانم ها بعضا گفتن برای ما مشکل ایجاد میشه اگر این همراهی صورت نگیره یا برای ارتقای شغلیشون مشکل ایجاد میشه و البته موارد خیلی زیاد نبود موارد محدود بود ولی بود و تمام تلاش هم صورت میگرفت چه از طرف اعضای دیگه شورا چه از طرف برخی از مقامات شهرداری اون وقت هم نسبت موضوع واقعا حساس بودن و برخوردهای صورت می گرفت خب آماری که الان شما به حال اشاره میکنید که این در جای دیگه هم وجود داره بله تو جای دیگه هم وجود داره اما میخوام ببینم شما آیا آماری نظرسنجی چیزی که چه به نسبت کشورهای دیگر و به چه نسبت به گذشته یعنی همین تو خود کشور خودمون نسبت 30 سال پیش چجوری شده و نسبت به قبل انقلاب چجوری بوده یا در مورد کشورهای اطرافمون یا دیگر کشورها ببینید چون گزارش سیستماتیک راجع به این موضوع اتفاق نمیافته و یه اکثریتی میگم مثلا همون داستان شما داستان متلک رو و آزار تو خیابون رو بگیرید چقدر این گزارش میشه چقدر اصلا یک دختر میاد چقدر برای خود اون دختر دیگه عادی شده مسئله یعنی عبور میکنه ازش در حالی که اتفاق خیلی زشتیه خیلی آزاردهنده است من میخوام بگم به همین نسبت هم موارد دیگه خیلی کمتر متاسفانه گزارش میشه بنابراین مواردی که بیاد و علنی بشه میتونیم بگیم که این فقط اون نوک کوه یخه کوه یخ اون پایین هست و به دلیل اینکه تابو محسوب میشه و بالاخره دخترها بس آبرو خیلی مهمه دختر نگران هم موقعیتشه هم آبروی خودش هست اون خانم مایل نیست که مسئله سر زبان ها بیفته از رسانه‌ای شدنش پرهیز میکنن برای همین وقتی دخترها شروع کردن توی فکر میکنم سالهای 98-99 بود که یه تعدادی دخترهای خبرنگار اومدن این موضوع رو اول مطرح کردن بعد یک گروه دیگه باز اومدن از خانم‌های هنرمند مسئله رو مطرح کردن خب این خیلی جسورانه تلقی شد یعنی تلقی این بود که چه کاره جسورانه ای رو انجام دادن که اومدن و با معرفی هویت خودشون یه همچین مسئله ای رو باز کردن و خیلی هم بازدارنده باشه و پیشگیرانه باشه و هم خب میتونه یه سری آسیب ها رو به وجود بیاره دیگه کما اینکه بعدن برخی ها اومدن گفتن از این مسئله داره استفاده ابزاری میشه و بعضی خانم ها اومدن و مثلا استفاده ابزاری کردن برای تخریب رقیب خودشون یا فرد دیگه اومدن این موضوع رو مطرح کردن که این خب خیلی خب اینا چجوری میشه جلوشو گرفت ببینید به هر حال اون تعریفی که در مورد میتو شده قاعدتا قرار نبوده که این سوء استفاده توش بشه اما اتفاق داره میفته فکر میکنید که ضعفش چی هست یعنی چجوری میشه این جلوی این
سوء استفاده رو گرفت. ببینید اولین ضعف ما بحث هنجاره، مثلا فرهنگی. ما با اینکه جامعه مذهبی هستیم و مثلا حجاب و یه سری چارچوب‌های دینی تو جامعه ما حاکم هست، ولی متاسفانه چون از زاویه دید درست، یعنی زاویه دید قرآنی به موضوع نگاه کردیم، این اثر تربیتی و رفتاری خودش رو درست بر جای نذاشته. اتفاقا نگاه قرآنی هم همینه، خیلی جالبه. ما یک سلسله نشست‌های تخصصی رو در ارتباط با موضوع حجاب در معاونت زنان در دوره 12 برگزار کردیم و یه بحث‌های پژوهشی. یک بحثی رو داشتیم با جناب آقای دکتر نیازی که ایشون خیلی دقیق اومدن و بحث حجاب رو از زاویه نگاه قرآن باز کردن و خب اون چی که واقعیته اینه که قرآن در برابر بحث آزار، همین آزارها موضوع حجاب رو مطرح میکنه و اولین تذکر رو هم در فرو افکندن چشم و آزار ندادن. چون آزار چشمی هم یه آزار دیگه، فرد وقتی نوع نگاه میکنه که اون نگاهش اذیت میکنه فرد مقابل رو، را آزار میده با چشمش و قرآن همینو میگه. قرآن فرو افکندن نگاه رو از مرد اول میخواد و بعد از زنان میخواد و حفظ فروج رو از همه میخواد، یعنی رعایت و هر حال اون شونات رو از همه، از مردان اول و بعد از زنان و از همه میخواد. و این مسئله ما متاسفانه در نگاهمون نسبت به بحث حجاب اومدیم همه بار رو انداختیم گردن خانم ها. در بحث رعایت شونات همه تقصیرها رو انداختیم گردن خانم ها. خب این نگاه از اول نگاه نادرستیه. قرآن چه این نگاهی نداره. قرآن زن رو گناهکار نمیدونه. البته اسرائیلیات این نگاه رو داره، یعنی اون نگاهی که ناشی از نفوذ برخی روایات توراتی که بهش میگن اسرائیلیات، که زن در بعضی از روایات دینی ما هم نفوذ داره. اونها چرا؟ اونها اشاره به این داره که مثلا داستان خلقت رو از زاویه دید تورات یا اینکه زن گناه اول رو انجام داد، در حالی که قرآن اصلا چه نگاهی نداره. در موضوع خوردن میوه ممنوعه برخلاف تورات که میگه اول زن فریب خورد، حوا فریب خورد و شیطان یا از طریق یک مار زن رو اول فریب داد، حوا رو فریب داد، برخلاف تورات قرآن کریم به صراحت از فعل تثنیه استفاده میکنه و هر دو رو در واقع این تصمیم هر دو رو مسئول میدونه. این خیلی نگاه متفاوتی. ما این نگاه رو متاسفانه نتونستیم در عمل رفتیم و شما نگاه کنید دیگه، تمام تقصیر داستان حجاب و هر اتفاقی که در ارتباط با این موضوع میفته مقصر زنان هستن و مقصر نوع پوشش زنانه. هیچ وقت شما نمیبینی که گفته بشه مقصر نوع نگاه مردانه، نوع رفتارشونه، متلکهاشونه، آزارها و اذیتهایی که در اجتماعی یا محل کاره. میخوام بگم ما اشتباهمون از اونجا شروع شد. خب و بعد پس یکی بحث هنجار و فرهنگه و بعد بحث قانونه. ما تو این زمینه نیاز به قانون داریم. قانون روزآمد، قانون مترقی، قانون چارچوب اسلامی و شؤونات دینی ما که لایحه تامین امنیت زنان یا لایحه حفظ کرامت و تامین امنیت زنان در برابر خشونت، اون عنوانی که نهایتاً در دولت 12 به تصویب رسید و به صورت لایحه یک سال پیش، شاید هم بیشتر از یک سال الان میشه، برای مجلس شورای اسلامی ارسال شد، تمام این موارد دیده. یعنی اینها رو در واقع جرم انگاری کرده. رفتار تحقیرآمیز یا رفتار توأم با سوء استفاده جنسی با زنان
جرم تلقی میشه. این رفتار چه میخواد از یک اذیت و آزاری در کف خیابون باشه تا رفتارهایی باشه که به خشونت میانجامه و آزار در واقع فیزیکی باشه. این خیلی بحث مهمیه. این یعنی ما اگه بخوایم به صورت مبنایی مشکلات اجتماعیمون رو حل کنیم، باید این نگاه قرآنی، یعنی بحث هنجارهایی که قرآن کریم دعوت کرده جامعه رو به اون سمت و سو، و بعد قوانینی که کمک کنن، قوانینی که حامی خانواده باشن، چون اینا همه برمیگرده بحث خانواده، و جلوی اون سوء استفاده ها هم بتونه بگیره. یعنی وقتی قانون باشه، از مرجع قانونی وقتی موضوع پیش بره، دیگه امکان اون سوء استفاده ها خیلی کم میشه دیگه. پس به این نکته به نظرم خیلی باید توجه داشته باشیم که ما یکی فرهنگ و یکی قانون رو. و همینجا از فرصت استفاده کنم و دوباره بخوام از مجلس شورای اسلامی که تصریح کنن و حداقل مردم گزارش بدن که سرنوشت این لایحه که نه تنها تایید دولت جمهوری اسلامی ایران رو داشت، بلکه تایید رئیس قوه قضاییه وقت، جناب آقای رئیسی که اون موقع رئیس قوه بودن و بعد الان رئیس جمهور هستن، رو این لایحه داره و تایید یک جمع کثیری از معاونین قوه دادستان ها، وکلا و حقوقدانان. این لایحه چه سرنوشتی پیدا کرد؟ چرا این لایحه باید اونجا بره و بمونه و از اولویت خارج بشه، در حالی که میدونیم واقعا ضرورت جامعه ما هست؟ خب ابتکار، ببینید همونجور که گفتید، به هر حال یک طرف قضیه این است که نگاه مردان چه جوری هست این قضیه، اما از طرف دیگه توی جنبش میتو این مردان هستن که توی تمام ادعاها که من اسم میذارم ادعا به دلیلی که همش در مورد همش نمیشه باید گفت که حتی اتفاق افتاده، وقتی که اسم برده میشه توی صفحات شخصی، توی فضای مجازی، توی رسانه ها، مخاطب فرض رو برای این میگذاره که حتما این اتفاق افتاده و مرد حتما متهم هست، در حالی که تو بعضی از موارد روایت ها طوری بوده، توضیحاتی که داده شده طوری بوده که مرد مقصر شاید نبوده است. بنابراین از اون طرفش هم جامعه مرد رو از دم مقصر فرض میکنه توی این شکل از میتو که دارن در واقع اسم میبرن تو فضای مجازی. و نظرتون در مورد این چی هست؟ ببینید، همونطور که اشاره کردم، این که جریان میتو یا معرفی افراد تبدیل بشه به یک جریانی که آبروی افراد بدون اثبات، بدون طی مراحل قانونی، طی مراحل داوری تو چارچوب قانون بخواد انجام بشه، خب این مسئله یه دلیلش همین فقدان قانونه دیگه. یعنی ما اگه توی قانون خوبی در ارتباط با این موضوع داشتیم، تکلیف روشن میکرد، یه آیین‌نامه‌ای بود. چه قانونی؟ همین قانون حفظ کرامت و تامین امنیت زنان در برابر خشونت. نه منظورم ببینید، منظورم متوجهم. یعنی شما میگین که اولا آقایون رو معرفی میکنن و یعنی در واقع آبروی فرد برده میشه بدون اینکه واقعا قابل اثبات باشه که چنین چیزی هست. دقیقاً یه قاعده ای داریم که در حال اثبات ادعا و مدعی هست، اما وقتی که اسم برده میشه توی رسانه ها یا تو فضای مجازی، در واقع این قاعده زیر پا گذاشته میشه و گفته میشه که استدلال هم این هست که خب این چیزها خیلی هاش قابل اثبات نیست. اگر قابل اثبات نیست، آیا اسم بردن آیا صحیح هست یا نه؟ نه صحیح نیست. اسم بردن در شرایطی که قابل اثبات نباشه اصلا صحیح نیست. اسمم بخوان ببرن، باید برن این رو قضاییش کنن، شکایت کنن،
و ببرن به سمت یک فرایند قانونی که حقوق افراد رعایت بشه. طرح اسامی افراد قبل از این مسئله اصلا اخلاقی نیست، چون واقعا میتونه تبدیل به یه بازیچه‌ای بشه و هدف اصلی رو خدشه‌دار کنه. شما ببینید تو دنیا هم نهایتاً فرایند قانونیه که افراد از این طریق میتونن، ولی عمومیت موضوع خوبه، یعنی این که به صورت کلی مطرح شه و افراد به صورت کلی بتونن این مطلب رو مطرح بکنن که چرا باید اصلا فلسفه ایران... اصلا فلسفه همین بوده که در واقع مخفی نکنن دیگه، درسته؟ مخفی نکنن و موقعی که خجالت نکشه، یعنی بهترین شکلشه که فرد خجالت نکشه بیاد بگه و اون موقعی که داره این اتفاق میفته واکنش جوری نشون بده که اون فرد نیاد اصلا، به خودش اجازه نده که بیاد جلو. این خیلی مهمه. و این من اخیرا دیدم که توی مرکز نگهداری کودکان دیدم که یه شعر خیلی زیبایی اومده در ارتباط با همین بحث آزار کودکان، آزار جنسی کودکان، که خیلی تاکید داره که روی اعضای بدن. خیلی شعر قشنگیه، خیلی مفهومی، خیلی زیبا و یه نوع تربیته، اون تربیت جنسی که متاسفانه رفت و شورای عالی انقلاب فرهنگی هم سندش رفت و تو شورای عالی هم مطرح شد و خیلی سند کارشده خوبیه. متخصصین هم از دید فقهی هم از دید روانشناسی هم از دید بهداشتی روی این سند کار کرده بودن. این سند رفت تو شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه اول شورای عالی با حضور آقای دکتر روحانی سند مطرح شد و اتفاقا اولین کسی که از سند حمایت کرد آقای دکتر حداد عادل بود که خیلی محکم گفت ما باید یک سندی برای آموزش و تربیت داشته باشیم توی موضوعات، وگرنه رفتارها از چارچوب خارج میشه و افراد به راحتی مورد اذیت و آزار و سوء استفاده میگیرن، مخصوصا کودکان، مخصوصا جوانان. متاسفانه این سند رو نمیدونم کی با چه تفکری رفتن اعلام کردن که این همون سند ویسیه، یعنی هر اتفاق خوبی که بخواد بیفته ولو اینکه پشتش پشتوانه فقهی داره، دینی داره، پشتوانه روانشناسی داره، پشتوانه پزشکی داره، یعنی وزارت بهداشت خیلی این موضوع رو به دلیل هر حال عوارض ناشی از رفتارهای پرخطر، عوارض بهداشتی، عوارض روانی، بحث سقط جنین، دنبال اینا بود. چرا یه دفعه یه نفر بیاد بره به یه مرجعی اعلام بکنه که این سند بیسیه و از چنین سطحی، یعنی از سطح شورای عالی انقلاب فرهنگی، سند تربیت و آموزش جنسی از دستور کار خارج بشه و کلا موضوع منتفی شه؟ انگار که اون صورت مسئله رو اگه پاک کنیم مسئله حل میشه، در حالی که مسئله با جهالت، با اتهام زنی، با اینا حل نمیشه. مشکل با آموزش درست، با تربیت، تربیتی که هم انسانی باشه، هم پزشکی باشه، هم اخلاقی باشه، هم دینی باشه، همه اینا کنار هم. و این یه چارچوب میخواست، یه سند میخواست و خیلی خوب روش کار شده بود و الان عواقبش، حالا تا قبل از اینکه ما یه چنین سندی نداشتیم واقعا دیگه اونایی که کوتاهی کردند و رو موضوع کردن، ولی بعد از اینکه چنین سندی اومد، افرادی که مانع میشن که اینطور تحولات راهگشا، تحولاتی که میتونه برای یک جامعه اسلامی راه رو باز کنه، نه اینکه فقط مانع ایجاد کنه، مانعی که به راحتی دارن از روش میپرن، مانعی که اصلا خاصیتی نداره. خب این ببینید، پس ما از این مرحله و بعد آموزش. من دیدم یه شعر خیلی زیبایی اومده و خیلی بچه‌ها خوبه که این شعر رو یاد بگیرن، همه بچه‌ها، چه اونایی که تو در واقع زندگی جمعی هستن، چون اونایی که تو خانواده هستن، اصلا خانواده ها بچه هاشون شعر یاد بدن که بچه ها مراقب خودشون باشن و یاد بگیرن که از اون سن مانع هر گونه دستاندازی و آزار بشن و بگن نه. یکی از مطالعات میگه یکی از مشکلات جوانای ما، بچه های ما و حتی خانوم ها اینه که اون موقعی که تو اون لحظه که با یه همچین اتفاقی مواجه میشن نمیتونن بگن نه، حالا یا روشو نمیشه یا میترسن یا طرف در یه موقعیت خیلی بالاییه که فرد
جرأت مقابله نداره، ولی این آموزش ها، این تربیت ها به فرد اعتماد به نفس میده که در برابر یه همچین درخواست های زیاد خواهی هایی یا در برابر یک حرکت فیزیکی، یه تعرضی واکنش نشون بده، و بتونه از خودش دفاع کنه، در برابر چی. ما در اولین دیداری که دولت دوازدهم با مقام معظم رهبری داشتیم، ایشون به همین موضوع خشونت بر علیه زنان به عنوان یک واقعه تأسف‌بار که در برخی خانواده‌ها اتفاق می‌افته اشاره کردم و تاکید کردم به من که برید دنبال یک قانون، یک مقرراتی که مانع این کار بشه و خانم‌ها در داخل خانه آسیب نبینن. و حتی یه موردی رو هم گفتن که یه موردی بوده که یه خانومی رفته و برای مقابله با یه همچین رفتاری رفته آموزش رزمی دیده و با آموزش رزمی تونسته در برابر ضرب و شتم واقعا غیر انسانی همسرش ایستادگی بکنه و کنترل بکنه و مانع ادامه این روند بشه. خب خیلی خوبه، ولی مگه ما میتونیم همه دخترامون اینو تایید کردن؟ گفتن این بهترین راه دیگه، یعنی وقتی با فرهنگ و اصلاح رفتار و حالا شما میبینید خدا رحمت کنه آقای مرحوم آیت الله فاطمی نیا رو، چقدر این موضوع که تو منزل خشونت چه کلامی چه رفتاری همه برکات رو از خانواده میبره و همه، و این جامعه هم همینه، یعنی این برخورده های خشون، اینا خشونته. این که شما از یک زنی در موقعیتی که قرار گرفته، اومده یه فیلم میخواد بازی کنه، اومده میخواد یه هنرمنده، اومده میخواد تو عرصه ورزش، فرق نمیکنه دیگه، همه دنیا هم دیدیم اینا رو دیگه، عرصه ورزش متاسفانه اتفاقات یه گزارش های گاهی میرسه، برای پسر بچه هم هست، خاص باز دختران نیست، یعنی گاهی اوقات برای پسر بچه ها هم گزارش میرسه که این تعرضات اتفاق میفته. ببینید تو یه همچین جامعه اخلاقیات که کاملا اضمحلال پیدا کرده، برکت هم میره از اون جامعه و یه فردی نمیتونه انتظار داشته باشه که با یه سری حالا مثلا رفتارهای مذهبی بتونه جبران بکنه یه همچین خشونت. خانم دکتر ابتکار، حالا فارغ از این که برای بچه ها حتما ضروری هست آموزشش این چیزهایی، اما اساسا تو جامعه ما برداشت از مفاهیم تعرض و تجاوز ضعف‌های زیادی دارند. شما با این موافق هستید؟ یعنی ما برداشتمون از تعرض و تجاوز متفاوته، یعنی توی مثلا خانواده طرف فکر میکنه که با مثلا با همسر، با فرزند یا با نزدیکان خودش هر کاری میتونه بکنه، در حالی که اینها جاهای دیگه اصلا به معنی تعرض و تجاوز. خیلی خیلی نکته خوبی اشاره کردیم و دقیقا برای همین میگم باز برمیگردیم به نکته اصلی که لایحه حفظ کرامت و تأمین امنیت زنان در برابر خشونت اولین بخشش تعاریفه. دقیقا به همین نکته که اشاره کرد، چه نکته خوبی رو گفتی، نشون میده یه خبرنگار اجتماعی مسلطی به مسئله بود. خب تعاریف، ما تو تعاریف هم مشکل داریم دیگه، و دقیقا توی اون لایحه که کار بسیار زیادی صورت گرفت، اون لایحه یعنی از زوایای مختلف، از زوایای بهداشتی، روانشناسی، پزشکی، فقهی به اون لایحه پرداخته شده و اون لایحه مورد اجماع بود و اون لایحه خیلی از این مسائل رو در بر می‌گیره. و بعد اگر خاطرتون باشه اتفاق خیلی بدی تو اون دوران خبری شد، میگم خبری شد چون متاسفانه برخی شواهد حاکی از اینه که از این اتفاقات میفته و گاهی خبری نمیشه، یعنی خانواده اجازه نمیدن، و اون بحث رومینا بود و بعدش هم یه اتفاق دیگه‌ای در باز فکر می‌کنم خوزستان، یکی از شهرهای خوزستان بعد اتفاق افتاد همین چند وقت اخیر، و اون بحث به هر حال کشتن
دختر یا زن بود به دلیل یه سری اتهامات یا انگارهای بله. برای ناموسی یا تهمت‌هایی که زده بشه یا نگرانی‌هایی که روی موضوع باشه. خب رومینا انقدر فجیع بود که ما به نام رومینا یک لایحه‌ای رو رفتیم کار کردیم با حقوق دانان، با متخصصین و همونجا، یعنی به فاصله چند هفته بعد از قتل رومینا، یه لایحه‌ای رو برای تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند ارائه دادیم. قوه قضاییه هم روش کار کرد، البته قوه قضاییه تغییرات روش داد که یه خورده بالاخره اون قوتش رو کاست، ولی باز اون لایحه اومد و رفت. خیلی سریع سعی کردیم این کار رو بکنیم که یه واکنش متناسبی باشه نسبت به حرکت فجیعی که اتفاق افتاده بود. و این لایحه هم رفت مجلس، واقعا این هم مونده تو مجلس، این هم مجلس گیر کرده، متوقف مونده. و خب ببینید انتظار اینه، یعنی به هر حال ما وقتی نیاز به یه همچین قوانینی داریم، من فکر نمی کنم نمایندگان مجلس هیچ کدوم موافق این اتفاقاتی باشن که جامعه. کجا میدونید؟ شاید موافق باشن. امیدوارم که اینطور نباشه، یعنی به هر حال امیدوارم که انقدر شناخت نسبت به واقعیت‌های جامعه ما داشته باشن. امیدوارم که مثل خود مقام معظم رهبری فکر کنم راجع به این موضوع. خب بالاخره اکثریت خودشونه تابعه مطلق، اکثریت مطلق دارم آقای مردان هستن و منافعشون شاید تو این باشه که این حق و حقوق رو داشته باشن، از حق و حقوقشون نخواهند. قرار نیست نمایندگان بر اساس منافع فردی خودشون نگاه کنن، قراره که نمایندگان واقعا مسئله مردم رو ببینن، اونچه که شر و اون، یعنی ما اگه قراره که واقعا یه جامعه اسلامی داشته باشیم، اگه هنوز قراره که این اتفاق بیفته، نمیتونیم تو بعضی از زمین‌ها دنبال این موضوع باشیم خیلی سختگیرانه. مثلا موضوع حجاب نمیشه اینقدر سختگیری کنیم، اینقدر ضابطه بذاریم، دوربین بذاریم تو ماشین، اگه رو سریت افتاد اینه ببرنشون. هنوز هست دیگه، یعنی هنوز میرن وزرا اونجا اسم باید بدن، ماشینشون باید بخوابه چند روز، یه عوارض دیگه داره، جریمه باید بدن، اینا هنوز هست. اینقدر سختگیری کنیم توی همچین موضوعی، اما توی همچین موضوعاتی که ابعاد سنگینه روانی داره برای جامعه همون، یعنی برای هم مادری که قرار فردا مادر بچه ها بشه توی خانواده ای که اینقدر نگرانیم برای خانواده، این داره آسیب جدی میبینه قبلش. و ما که اینقدر به اهمیت خانواده، حرمت خانواده، اهمیت مادر اینقدر توجه داریم، اینا فقط تو شعار و حرفه یا قراره که تو 4 تا سیاست و قانون و مقررات بیاد و عملی بشه؟ من امیدوارم واقعا نماینده ها نسبت این مسئله امیدوار باشید داشته باشن. لایحه کار شده است و به هر حال اگر نگران نگاه دولت کنونی هم مورد تایید آقای رئیسی بوده لایحه. بسیار عالی. خانم ابتکار، حالا توی میتو اینجوری که حالا شما میفرمایید بهتر است که اسامی برده نشه، اما خب اصلش برای این مبنی بوده که کسی خجالت نکشه بیاد اعلام بکنه، این معنی نیست که انزوا حس بیاد، اما خب به هر حال، اما نهادهایی که قرار است که بعد بررسی بکنن ادعاها رو، یکی از موارد مهمش توی این مدت اعتراضایی بود که به خانه سینما میکردن چون بهش گزارشایی داده بودن اما میگفتن خوب بررسی نکردن، بقیه شده دستگاه قضایی هست و اینها. خب اگه اونها برخورد نکنن چه کاری میشه کرد؟ یعنی شاید سند و مدرکی هم نباشه، شاید سند و مدرک خیلی کم باشه، مجبور باشن که واقعا اونجا دیگه نقش شخص قاضی یا این دستگاه نظارتی که قرار بررسی کنه نقش اون بسیار پررنگه، اگه اون پشت گوش بندازه دیگه هیچ کاری نمیشه کرد چون سند و مدرکی هم شاید خیلی کم باشه. آره، یعنی اگر کار کرده، چون ما این نهادهای قانونی، نهادهای صنفی کارکردهایی دارن، اگر کارکرد خودشون رو درست انجام ندن، مثلا نهادهای صنفی
نهادهای صنفی باید از حقوق اعضای خودشون دفاع کنن. یه بُعد مهم حقوقی این مسئله. اگر نهاد صنفی مثل خانه سینما یا نهادهای ورزشی، چون اخیرا میگم بحث تو ورزش هم مطرحه، نهادهای ورزشی مخصوصا در ارتباط با کودکان، اونایی که آموزش میدن، یا نهادهای دیگه فرق نمیکنه، هر نهاد صنفی اگر از حقوق اعضای خودش نتونه به خوبی دفاع کنه، خب طبعا یه مرحله بعد اگر شواهد کافی باشه فرد باید مراجعه کنه به قوه قضاییه که با قوانین فعلی بتونه از خودش دفاع کنه، که باز محدودیت‌هایی داریم تو قوانین فعلی. برای همین میگم لایحه چقدر، لایحه حفظ کرامت و تامین امنیت زنان چقدر مهمه. و بعد نهایتاً باز اگر مخصوصا اگه ببینیم باز مسئله ادامه داره و داره فراگیر میشه، متاسفانه جهتگیری میره به سمت تهدید رسانه‌ای کردن و علنی کردن دیگه. متاسفانه این نه اینکه راه درستیه، ولی این انتهای خطه. یعنی فرد وقتی میبینه از هیچ کدوم از ابزار قانونی و نهادهای رسمی نمیتونه عدالت رو پیش ببره و از حق خودش نمیتونه دفاع کنه، این بحث حقوق شهروندیه، بحث حقوق انسانیه، بحث حتی تکلیف شرعیه. یعنی از زاویه دید دینی هم بهش نگاه کنیم دیگه، یه تکلیف شرعیه، یه امر معروف و نهی از منکره دیگه. منکر از این بالاتر چی توی جامعه دینی؟ نهی از منکره دیگه. اگه این نهی از منکر فقط ما محدود کردیم نهی از منکر به یه کلیشه هایی، وقتی به اینجاها میرسه سکوت میکنیم، یه دفعه عقب میکشن. چرا باید اینطور باشه؟ چرا نهادهای امر معروف و نهی از منکر به جای اینکه بیان با زاویه شماتت، چون من دیدم بعضی از این متاسفانه افراد اومدن از زاویه شماتت که مثلا این مسئله خیلی گسترده است، یه جوری تمسخر، اینا راحل نیست، اینا واقعیت. حالا این اشاره که کردید، من همینجا این سوال بپرسم. خانم ابتکار، من برام خیلی عجیب هست، شاید حالا بعضی بگن توهم توطئه است، من فکر میکنم که یعنی زوم خیلی زیادی شده روی حوزه سینما، اینکه کیهان و فارس و اینها اینقدر دامن میزنن. شما اگر اطلاعاتی دارید بگید که واقعا اینا تو سینما خیلی اتفاق میفته، جای دیگه هم هست شبیه همه. فکر میکنم یه جوری مثلا میخوان مثلا نهاد سینما میخوان نابود بشه. کاملا درست میگید. اصلا حملات و حجمه ها رو شما ببینید به سلبریتی ها، در حالی که اینها بالاخره سبک زندگیشون و رفتارشون شناخته شده است. همینن. حالا اگر این مسئله داره میاد مطرح میشه، خب دارن یک دردی رو، یه مشکلی دارن میان مطرح میکنن و حتما هم اول از همون صنف خودشون باید بیاد بهش رسیدگی کنه. ولی تو صنفای دیگه هم، توی اون نهادهای صنفی دیگه هم اگه شما برید ببینید، شکایتای دیگه هم وجود داره. یعنی اصلا این نیست که محدود به حوزه سینما باشه. سینما بیشتر مراقبت کنه، چون بالاخره نوع مسائلی که داره، این که بالاخره بازیگری یه لوازمی داره، یه اسبابی داره، باید واقعا بیشتر مراقبت کنن. خود بازیگرها، خود کسایی که اونجا هستن مسئولیت دارن. این شونات و این چارچوب‌های اخلاقی و انسانی و دینی، یعنی من اینا رو عمدن میگم، من که تو تمام این سطوح مطرحه. یعنی فردی که حتی دیندار نباشه، بالاخره باید شونات حقوق شهروندی رو رعایت کنه. این هم بحث حقوق بشره، نمیتونه راحتی از موقعیتش استفاده کنه و یه بهره‌ای رو به خواد ببره. حالا اگه متشرع باشه که خلاف شرع کامل هم هست. من میخوام بگم از هر زاویه به موضوع نگاه کنیم، این قابلیت پیگرد داره. و خب طبعا اهالی سینما به بیشتر حساس باشن، مراقب باشن، ولی محدود به اونا نیست. توی هر عرصه‌ای داره این اتفاق ممکنه بیفته و باید مراقبت‌های لازم صورت بگیره، آموزش‌های لازم، آموزش خیلی مهمه. یعنی ببینید وقتی موضوع علنی میشه، یکی از پیشیاش آموزشه. تصویرتون ثابت شده و نمیدونم اینترنتتون ضعیفه. اینترنت شاید آقای اشرفی درست شد الان؟ نه والا هنوز درست نشده. احتمالاً اینترنته. بله.
درست شد الان؟ صدا میاد؟ نه ولی صداتون دارم اما تصویرتون ثابت شده. جالبه. اینترنت حتما میخواد یک کمی صبر میکنیم تا اینترنت برگرده. بله. باید صبر کنیم. شما هر موقع بگید. الان به نظرم درست شد. بله الان درست شد. درست شد؟ بله. خیلی عرض کنم که ببینید مثلا نمیدونم شاید بعضی ها چون جریان خاصی فکر میکنم دارن اینقدر دارن به سمت فقط سینما دارن این هدایت میکنن. بله این که سیاسیه مثلا شاید ولی تخفیف مثلا مدیر سعید توسی رو بولد نکردن. بله مثلا موضوع سعید توسی که خب اختلاف سن خیلی حداقل در ادعایی که مطرح بود اختلاف سنی وجود داشت. اینجا در سینما در آدمای بزرگسال دارن صحبت میکنن اونجا خیلی این نگاه از بالا به پایین وجود داشت. اون رو انقدر بهش نپرداختن که اینها رو دارن اصلا نپرداختن اصلا اجازه ندادن اون موضوع باز بشه، اجازه ندادن مسئله درست مطرح بشه. و توی صنفای دیگه یعنی تو اینطور نیست که مثلا شما تصور کنید توی صنف مذهبی های ما یه همچین مسائلی وجود نداره، متاسفانه وجود داره. یا تو صنف مثلا قشر تحصیل کرده کمتره. این برمیگرده به مهارت و آموزش هایی که تو شونات همین مهارت های خوب زیستن، رعایت حقوق همدیگه، مهارت نگفتن، مهارت ببینید این به هر حال من میخوام بگم فرد اگر مسلط به رفتار خودش نباشه دچار همچین آسیب‌هایی میشه و فرد مقابل هم اگر قدرت نگفتن و قدرت مقابله و اعتماد به نفس لازم نداشته باشه و آموزش ندیده باشه باز ممکنه دچار کج‌فهمی بشه، اصلا نفهمه، مثلا بچه باشه، کم سن و سال باشه، اصلا نمیفهمه چه اتفاقی داره براش میفته. بعد از اینکه اون فاجعه رخ داد و اون آسیب وارد شد بعد تازه ممکنه متوجه شه که بعدها باز بعضی وقتا گزارش هایی که میدادن بعدها فرد متوجه شده که چقدر آسیب دیده و چقدر این آسیب تو زندگیش اثر گذاشته. و خب بالاخره این مسئله خیلی مسئله مهمیه و همینم خیلی مورد تاکید قرآن کریمه، یعنی مسئله اینکه شما شؤونات روابط جنسی رو در یک جامعه تعریف کنید و اینا رو محدود کنید، اجازه ندید خلاصه افسار گسیخته این مسئله در جامعه رواج پیدا کنه و هیچ چارچوبی براش نباشه. این اعضای جامعه لطمه میخورن، اول خانوم ها لطمه میخورن و بعد بقیه، هیچ فرقی نمیکنه، کل جامعه. یعنی لطمات آثار روانی و بهداشتی و از بیماری ها گرفته تا بیماری های روانی و حالا مسئله سقط جنین و مسئله دیگه که اتفاق میفته، همه اینها بخش مهمش ناآگاهی دیگه. و تا زمانی که شما آگاهی های لازم رو و آموزش ها و تربیت لازم رو در ارتباط با این موضوع ارائه ندید چه انتظاری دارید؟ یعنی فکر می‌کنی آموزش نمی‌بینن؟ چرا؟ دارن آموزش می‌بینن، آموزش غلط از طریق شبکه‌ها، از طریق گروه همسالانشون اطلاعات نادرست داره بهشون میرسه، اطلاعات درست نمیرسه، اطلاعاتی که تو هم با عزت نفس انتخاب درست باشی بهشون نمیرسه. خانم ابتکار، بعضی‌ها میگن که به هر حال تو جامعه ما در حال با توجه به یک جامعه سنتی هست و مذهبی هست این جنبش میتو یه مقدار با موانعی مواجه هست و آیا شما پیشنهادی بهش رسیدید یا شنیدید که یک چارچوب هایی رو قالب شکلی باشه که به نوعی بومی تر باشه و راحت‌تر زنان ایرانی بتونن این رو مطرح کنن؟ برای یه بخش از زنان ایرانی بله، شاید اونا براشون به هر حال علاوه فرهنگی متفاوت باشن و راحت باشن بتونن بگن، اما بخششون شاید براشون بسیار سخت باشه. برای اونها شما پیشنهادی دارید یا بهش رسیدید؟
بله سوال خیلی خوبیه. اتفاقا چون جامعه سنتی و مذهبی هم داریم و البته جامعه جوانمون رو به آینده است، این جامعه سنتی برای حفظ ارزش هاست، برای حفظ اون ارزش ها و اون سنت های خودش باید به سمت آینده حرکت کنه، نمیتونه گذشته بمونه و تعالیم دینی ما از یه همچین پویایی برخورداره. تعالیم فرهنگی ما این قدرت رو داره که افق گشایی کنه برای آینده، ولی این متاسفانه نهادهای فرهنگی و دینی ما در حال حاضر چنین ظرفیت هایی را از خودش نشون ندادن متاسفانه. اگر نشون بدن و اگر بتونن، یعنی مثالش همین آموزش و تربیت جنسی بود که رفت، یعنی دولت تا اون صد کار رو پیش برد و این دولت آماده بود برای اینکه یه همچین سیاستی تصویب بشه و آموزش ها به شکل مبنایی و درستی برای خانواده ها برای مدارس ارائه بشه و این مسئله ساماندهی بشه از سطح آموزش های چی بنیادین پایه. در بحث مهارت ها بیشتر مهارت های زندگی، اینا مهارته، یه بخشش آگاهیه، اطلاع علمه، یه بخشش مهارته، مهارت های درست زیستنه، خوب زیستنه. خب اینو وقتی جلوشو میگیرن یه عده‌ای به نام همون سنت و نگران ارزش ها هستند و متوجه نیستن که این کارشون ضد ارزش و ضد سنت، این دقیقا کارشون ضد ارزشی بود ولی به این نام. خب اینا باید متوجه شن، باید متوجه شن که دنیا در حال تغییره، باید متوجه شن که اگر نتونن همپای این تغییرات و واقعیت های جامعه، واقعیت نمیتونن چشم ببندن بگن ما فقط برای خودمون، برای یک گروه خاص خودمون فقط فکر میکنیم، برنامه‌ریزی میکنیم، سرود میسازیم، کار میکنیم، نه، شما باید عموم جامعه رو ببینید، شما باید همه رو ببینید و همه رو وقتی بخواید ببینید اون موقع است خیلی از این مسائل. بله من پیشنهاد مشخصم انجمنهای صنفی همین خانه سینما بیاد توی موضوع ورود کنه و یه سری آموزش هایی رو، یه سری چارچوب هایی رو برای این موضوع بذاره، ببین در بقیه دنیا چه اتفاقاتی افتاده، ببین چارچوب بزنیم و چارچوب های خودمون رو بذاریم، چارچوب هایی که با ارزش های فرهنگی و ملی و دینی خودمون سازگاری داره، بیاد خود خانه سینما پیشگام بشه و یه همچین دستورالعملی رو، یه همچین در واقع میشه چشم‌اندازی رو برای خودش تعریف کنه تو حوزه های بیاد همین کار رو صنف‌های دیگه بکنن، تو حوزه ورزش همین کار رو بکنن، تو حوزه‌های آموزش‌های دیگه حتی آموزش‌های دینی بیانی همچین، خبرنگارا بیان، صنف تشکل‌های صنفی خبرنگارا بیانی همچین چارچوب‌های رو علنی بیان بگن، هیچ اشکالی نداره، خیلی خوبه. این دلیل برای این نیست که مثلا خیلی شروع داره و اینی که حالا این اتهامی که میزنن، نه، این دلیل برای اینه که این تشکل‌های صنفی برای این مسائل ارزش قائلن، اینا جزو گوش اصلا روزنامه‌نگارا رو کیهان بیان خودشونم یاد بگیرن که یعنی مقاله چی کار باید بکنن. آره همه یاد بگیرن. ما اگه بخوایم جامعه سالمی داشته باشیم از همین بخش غیر دولتی، بخش صنف، بخشی که منافع، ببینیم منفعت اون صنف در اینه که این آموزش‌ها دیدش، بقای اون صنف، یعنی اگه بخوان باقی بمونن، بخوان اعتمادشون تو مردم حفظ بشه، بخوان کار خودشون بکنن تو هر کدوم از این صنفا، بقاشون برای اینه که بتونن اعتماد جمع کنن، این آموزش‌ها رو بدن، حقوق اعضای خودشون رو از این طریق استیفای حق کنن. ببینید خیلی بحث مهمی، بی تفاوت گذاشتن همه رو به اتهام و اینا خلاصه کردن که نه اینا همه اتهامه و دروغه و چنین چیزی وجود نداره و این ما اصطلاح چی میگیم ماله کشیدن، اینا نتیجه نمیده، این یه مدتی ساکت میشه دوباره از یه جای دیگه خیلی بدتر، ممکنه عوارض دیگه، ممکنه تبعات دیگه، بعد شما میبینید که یه تعداد زیادی رو به نمیدونم افسردگی میبرن، رو به مواد میبرن، رو به مشکل. چرا اینا برای اینکه مشکل تو روابطه، یه مشکلاتی تو روابط هست، افراد در روابط خودشون دچار یک سری اختلالاتی شدن، حقوق همدیگر رو پایمال کردن، عزت نفس همدیگر رو پایمال کردن، روی روح و روان همدیگه
فرسایش ایجاد کردن، آسیب ایجاد کردن، حالا بعد میرن به سمت یه سری. خب بیاین این رو حل کنیم، این رو گفتگو بشه، باز بشه، هم میتونن روی این مسئله منشور داشته باشن، هم میتونن گفتگو داشته باشن، باز کنن مسئله رو بدون اتهام زنی تو چارچوب اخلاق. یعنی به فرد کار نداشته باشن، الان به نوع رفتار، به روابط، به اصول و چارچوب هایی که هست اونا بپردازن، بله به اونا بپردازن و باز کنن مسائل. و این من توصیه من اینه که جامعه سنفی از این فرصت استفاده کنم، جامعه رسانه ایمونم واقعا من فکر می‌کنم خیلی مهمه که به جای ورود به اون عرصه اتهام زنی، رسانه باید خیلی سعی کنه چارچوب اخلاقی این مسئله رو حفظ کنه، در این حالی که طرح مسئله اتفاق بیفته، یعنی بسته نشه فضای جامعه، نبندیم ما دهان کسایی که دارن میان و طرح مسئله میکنن، ولی ازشون بخوایم که به اتهام زنی و نام بردن از افراد و خدای نکرده خدشه به آبروی افراد منتهی نشه، بلکه کلیت مسئله رو بگن و اگر واقعا میخوان برخوردی صورت بگیره برن توی اون روندهای صنفی و روندهای قضایی که قانون اجازه میده. من متشکرم از شما خانم دکتر افتکار. سلام علیکم. خیلی لطف کردید. خیلی ممنون از شما. خیلی متشکرم برای شما و انصاف نیوز. آرزوی موفقیت دارم. خواهش می‌کنم. ممنون از شما. خدا حافظتون. خدا نگهدارتون.